عین ساختار غلطی که ما تو پزشکیمون داریم که نون پزشک در چیه؟ مریض بیشتره میشه. داروسازه پولش دونه که ان شاءالله مریضا بیشتر شن. وارد کننده دارو تونه که ان شاءالله مریضا بیشتر شن. بعد دولت هم داریم که آخ چون چقدر مریض، بیاد من پول بهتون میدم. اما تو غرب چه جوری برعکسه؟ اونجا قاعده بر اینه که اگر مردم سالم باشن توی پزشک حقوق میگیری. 100 تا خانواده میدن دست تو، میگن بابت مثلا هر خانواده مثاله 10 میلیون تومان پول، 100 تا 10 میلیون تومان نوش جون تا آخر سال. همینطور مفتی آره عزیز مال خودت، هر هزینه درمانی اینا داشته باشن از اون پولا کم میشه. این میشه که پزشک بهت زنگ میزنه عزیزم سلام چطوری، تو قرار بود صبح بری ورزش میدی که ها چربیت بالا بود لامصب نیافتی بمیری من بدبختم. یکی از این آقایون وزرای بهداشت یکی از دولت‌ها گفت رفته بودم آلمانی که دوستای من اونجا پزشک خانواده میگفت ساعت 11 و نیم شب خونش زنگ خورد مریض الو کجای حالم بده. تو اینجوری باید بری دم دکتر رو ببین تازه بتونی ببینیش، باز هر بار این نسخه رو هی می‌خوای نشون بدی گوشه نسخه کج شد، یه بار دیگه ویزیت، بار هفته دیگه بیا ببینم بالا چشت ابرو یا نه، یه دور دیگه ویزیت بده. نمی‌دونم پدر دم اونجا خودش به زنگ می‌زنه، نگران نباش. پیرزنه بهش زنگ زده بود که حالا پاشو بیا، بهش گفتم من برم دیگه، گفت نه بمون همیشه هر شب زنگ می‌زنه. میگه این رفت اونجا تا صبح برنگشت، میگه صبح دم نماز صبح بود اومده، گفتم ما مرد حسابی خب چرا ما اینجوری که ما لاغا میرفتم مثلا من محل اقامت خودمو، گفت ای بابا با دیشب رفتیم یبوست داشت تا صبح ما شکم اینو میمالیدیم. پیرزنه 90 ساله خب که این شکم این کار بیفته. بعد میگفت جواب نداد دستکش دستش گرداد بنده خدا دیگه به جای باریک کشته بود. خب ببین یعنی اوج خدمت رسانی به پزشک صورت به مریض صورت گرفته، مریض عزت داره، پزشک عزیزه، مریض میره تو دکتر نمیگه این پزشک کجا میخواد منو بچاپه،